شده بودن و اون اعتراضات بسیار شدیدی برانگیخت و روحانیت انقلابی و نیروهای مذهبی خیلی از اون به خوبی علیه رژیم شاه استفاده کردن. سال 1357 شده بود، سال انقلاب بود، اوج اعتراضات بود و سالگرد اون واقعه بودش و با توجه به این چنین سابقه شاه و دربار نمی‌دونستن که چی کار بکنن. نهاون میگه در شهریور 1357 آیت الله شریعت مداری به من زنگ زده و یه پیشنهادی کرد که نهاوندون که بسیار پیشنهاد دوراندیشانه‌ای بود در این زمینه که میگه شکوفگی منو باعث شد و من تحسین کردم چنین روشنبینی که آیت الله شریعت مداری داره. حالا اون پیشنهاد آیت الله شریعت مداری چی بوده؟ عیناً چیزی که نوشته اینه. آیت الله شریعت مداری میگه به من گفتن که قرار است تصمیمی برای جشن هنر شیراز گرفته شود. میدانید من چیزی از این برنامه ها نمیدانم، ولی قضیه پارسال تکان دهنده بود و غیر قابل تحمل. امیدوارم که حرفم را خوب بفهمید، ولی به اعلی حضرت یا هر کسی که به او مربوط میشود بگویید که لغو برنامه جشن هنر شیراز اشتباه بزرگی است. تحول اوضاع چنان است که هر عقب نشینی یا امتیاز دادنی نشانی از ضعف تلقی خواهد شد. بنابراین از این به بعد حکومت باید استحکام خود را نشان دهد و قدرت نمایی کند. آیا نخست وزیر از این چیزها آگاه است؟ با اینها شهبانو نباید به شیراز برود. برنامه ها را سبک کنند. چند برنامه سنگین و به ویژه ایرانی را حفظ کنند. محسن فروغی وزیر فرهنگ که مرد محترمی است برای شوهر خواهر علی حضرت مهداد پهلو بروند و دولت را نمایندگی کنند. جشنواره را کوتاه و خلاصه کنید، ولی مراقب باشید که لغوش نکنید. خب نهاوندی تعجب کرده بوده، میگه چقدر هوشیار، همه میگن عقب نشینی بکنیم به شاه. آیت الله شریعت مداری زنگ زده میگه هیچ عقب نشینی نکنید و این جشن رو برگزار کنید. نوانی میگه من فرداش اینو به اطلاع ملکه برای پهلوی و نخست وزیر رسوندم، ولی اونا تصمیم گرفتن و جشن هنر رو تشخیص دادن و مصلحت نیست و برگزارش نکرد. به این ترتیب میبینیم که آیت الله شریعت مداری نه تنها به دنبال انقلاب و سرنگونی شانه بود، بلکه میگفتش که باید ایستاد جلوی حرکت انقلاب و عقب نشینی هم نکرد در مقابل مخالفین. هدف اون رعایت ظواهر شرعی و زمامداری شاه در چارچوب قانون اساسی بود. این دیدگاه و رقابت ها با آیت الله خمینی بعد از انقلاب خوب سرنوشت ناگواری برای آیت الله شریعت مداری رقم زد. رابطه دیگه رابطه شاه با آیت الله خویی بود که اونم هیچگاه تنافسی نبود. اردشیر زاهدی در روزهای آخر رژیم شاه طرحی تهیه کرده بود که خودش بشه نخست وزیر و همانند پدرش که در زمان مصدق تونست نظم شاهنشاهی رو بازگردونه، اونم بتونه نظم شاهنشاهی رو برگردونه. نهاوندی مدعیه که این طرح موافقت آیت الله خویی هم داشته بخوش. آیت الله خویی انگشتر عقیقش و عقیق سبزش رو برای زاهدی پسته داشت، زاهدی هم رو به شاه تعرفی میکنه. در 17 آبان 1150 دو سه ماه قبل از انقلاب فرح ملکه فرح پهلوی به نجف میره به دیدار آیت الله خویی. ادعا کردن که تو این دیدار آیت الله خویی از شاه حمایت به عمل آورده. این عمل خب تو اوج انقلاب معنای جز مقابله با آیت الله خمینی نداشت. آیت الله خمینی هم میفهمید این ماجرا رو، لذا در 8 تیر 1360 یعنی دقیقا فردای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط سازمان اونجوری خر یه سخنرانی مفصلی کرد به شدت توپی و اما بدونید که اسمی از آیت الله خمینی بیاره به همین ماجرا اشاره کرد. گفت یک شخص سرشناسی از اینها، یعنی همین آیت الله خویی، یک شخص سرشناسی از اینها گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدن، یعنی در مقابل محمدرضا و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کرد. آن آقای سرشناس گفته بود این از خریتشان بوده است. شهدای انقلاب آدم که نمی‌رود در خیابان روبروی مسلسل بایستد و همان آقای سرشناس پروندهش از سواک بیرون آمده، یعنی آقای خویی. و آن وقتی که جوانان ما در خیابانها کشته می شدن انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یک دسته اینطور که به قول حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنند که اینها همشان علفشان است. در صدر اسلام از این اشخاص بودن و وقتی حضرت سید الشهدا میخواستن مسافرت کنند به این سفر عظیم بعضی از اینها نصیحت میکردن که برای چه شما اینجا هستید، معمونید و خلاصه بنشینید بخورید و بخوابید. اگر اون چیزی که آیت الله خمینی بازگو میکنه حقیقت داشته باشه، نشون میده که آیت الله خمینی خیلی پشتیبان عمیق شاه بوده و شدیداً هم جلوی انقلاب ایستاده بوده. این چیزهایی که آیت الله خمینی داره نقل میکنه. به هر حال قسمت اول
تصویری من ارائه دادم از روابط شاه با مراجع تقلید زمان خودش که چه روابطیه شما میبینید بوده. قسمت دوم کارهایی که شاه برای اسلامی سازی در کشور انجام داد. اقدامات بسیار بسیار زیادی که من نمیتونم همه رو بگم، خودش چند جلد کتاب میشه. من یه خلاصه میگم. لایحه تدریس متون دینی در مدارس دولتی در سال 1321 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در سال 1325 آقای فلسفی از سوی آیت الله بوریردی به دیدار شاه میره. فلسفی به شاه میگه آیت الله بوریردی گفتن در کنار تعلیمات ایتالیایی تعلیمات دینی را هم بگنجانید. شاه نیز به شاه هم به شایگان که اون موقع وزیر فرهنگ بود دستور میده که این مصوبه رو اجرا کنند. حجیر که در حجیر هم که نخست وزیر بوده در ده تیر ماه 1327 خطاب به دکتر اقبال مینویسه بنا به مذاکراتی که در موقع طرح برنامه دولت در باب تعلیم مسائل شرعیه و احکام امور دینی و اصول اخلاق در مدارس مملکت در مجلس شورای ملی به عمل آمد، لازم است به فوریت کمیسیونی مرکب از اشخاص بصیر و صالح دعوت شوند تا هر چه زودتر پروگرام مدارس مختلفه در هر درجه که باشند تجدید نظر نموده و منظور نمایندگان مجلس شورای ملی را تامین نمایند. در 30 تیر ماه خود نخست وزیر یه نامه دیگه به وزیر فرهنگ می‌نویسه تو اون حتی افرادی رو معین میکنه که این افراد بیارید که برای تهیه کتابای درسی شما به این افراد توجه بکنید ببینید کیا بودن. تو نامه نخست وزیر میگه اختصار داره از میان آقایان فلسفی که خب شما می‌دونید فلسفی خیلی رابطه نزدیکی با آیت الله خمینی داره، راشد، شهابی، مشکات، شعرانی، صحابی، محمدتقی سبزوایی و مهندس بازرگان که اولین نخست وزیر بعد از انقلاب هر چند نفر را مصلحت می‌دانید دعوت فرمایید و این جانب را نیز از نتیجه مستحضر سازید. به این ترتیب بودش که دروس دینی برای مدارس دولتی تعیین شد و به صورت اجباری جزء آموزش قرار گرفت. بعدها سالهای بعد که دیگه به دهه 40 و 50 می‌رسیم تعیین کتب درسی رو رژیم شاه واگذار کردش به آقایان بارۀ، باهنر، گلزاده غفوری، بهشتی که باز می‌بینیم اینا یارای آیت الله خمینی بودن و اینا کتابای درسی رو می‌نوشتن تو سراسر کشور تو مدارس بودن. در آذر ماه 1327 فلسفی مجدداً از سوی آیت الله بوریردی به دیدار شاه میاد. فلسفی تو خاطرات خودش در این مورد نوشته در پی تصمیم دولت مبنی بر تخریب مسجد مادر شاه و مطلع شدن آیت الله بوریردی و ارسال پیغام‌های مکرر ایشان، دولت‌های وقت در جهت جلوگیری از این کار و بی پاسخ ماندن آنها در آذر ماه 1327 معظم الله برای این جانب نامه مرغوم فرمودن که شاه را ملاقات کنم و ضمن بیان علاقمندی ایشان به حفظ موقعیت سلطنت، تأثیر سوء بی‌توجهی مقامات دولتی را نسبت به این امر که به ضرر مقام سلطنت نیز هست و اثر نامطلوب خواهد گذاشت بگویم. از دفتر مخصوص وقت ملاقات گرفتم و پیغام آیت الله بوریردی را به شاه گفتم. او نیز به دولت دستور داد تخریب مسجد توقیف شود و آن را در اختیار معظم الله قرار دهند. به دنبال این امر مسجد ارک کنونی در همان محبته بنا گردید. و شاه نه تنها مانع تخریب میشه بلکه میگه اونجا هم تعبیل آیت الله بوریردی ببین بعدم اونجا توش جاش چی میسازن؟ مسجد ارک کنونی میسازن. پس از کودتای 28 مرداد 1332 به خاطر نگرانی که از فعالیت حزب توده کمونیست داشتن شاه دستور داد که اقامه نماز در دبستان‌ها و مدارس دولتی بشه نماز جماعت. شاید در سال 1344 کلنگ آغاز ساختن مسجد دانشگاه تهران رو به زمین زد. مرتضی مطهری، بهشتی، مفتح که اینا هسته از شاگردان و نزدیکای آیت الله خمینی بودن تو دانشکده الهیات اینا تدریس می‌کردن. همین آقای ناطق نوری که الان زنده هستش و قبلا رئیس مجلس بود، همین آقای مهدی کروبی که الان زندانی هستش از طرف آقای خامنه‌ای، اینا شاگردان نزدیک آیت الله خمینی بودن که تو دانشکده الهیات درس خوندن. پس شما ببینید دانشکده الهیاتی که شاه ساخته بود نزدیکترین شاگردان و یاران آقای خمینی اونجا بودن به عنوان استاد و دانشجو. اینم یک مورد. به این لیست خیلی چیزای دیگه هم میشه اضافه کرد. شما میدونید همه میدونن اونایی که سنشون رسه که تو زمان شاه شراب فروشی ها در ایام ماه رمضان و محرم تعطیل میشد. رادیو تلویزیون در ایام مذهبی با تعطیل کردن برنامه عادیشون برنامه های مذهبی پخش میکردن. این هم یک نکته. یک نکته دیگه برمیگرده به ماجرای حسینیه ارشاد.
در سال 1344 محمد همایون، مرتضی مطهری، ناصر مینچی و عبدالحسین علی آبادی که دادستان دیوان عالی کشور بود به عنوان اعضای مؤسس درخواست تأسیس حسینیه ارشاد میکنن. شهربانی کل کشور، ساواک و دیگر نهادهای مربوطه با تأسیسش موافقت میکنن. این نهاد بعدا تبدیل شدش به مرکز ترویج افکار دکترشریعتی. شریعتی استاد دانشگاه مشهد بود، چند سال در حسینیه ارشاد یک نوع اسلامی رو برساخت، یک نوع اسلامی رو آموزش میداد که اون اسلام اسلامی بودش که به انقلاب 57 منتهی شدش. بی جهت نبود که به شریعتی میگفتن معلم انقلاب، به معنای میشه گفت تئوریسین نظری انقلاب 57 بود. شریعتی تا جایی که میشد از سوی رژیم تحمل شد و تو اونجا این درس ها رو تو حسینیه ارشاد میداد، اما فشار بی امان مراجع تقلید به رژیم شاه از جمله آیت الله خونسری، آیت الله میرانی برای تعطیل کردن سخنرانی حسینی شریعتی در حسینیه شاه از یک سو و رسیدن شاه به این نقطه که اون چیزی که شریعتی در اونجا تدریس میکنه مارکسیسم اسلامی و تو نوبت قبل شرح دیم که شاه چقدر مارکسیسم اسلامی هر اساس بود، باعث تعطیلی حسینی ارشاد شده. میگن شاه گفته بودش که اغلب مارکسیست های اسلامی سرنخشون از همان حسینی ارشاد سرچشمه میگیرد. اینا تو اسناد سواکه. یه بار دیگه با تو یکی از اسناد دیگه شاه اومده که تو اسناد سواک شاه گفته ریشه مارکسیسم اسلامی و حسینی ارشاد باز میگردن. نصیری رئیس سواک بعدا یک گزارش جدیدی به شاه میده در مورد اینکه ما حسینی ارشاد رو تعطیل کردیم، یک زیادی رو بازداشت کردیم، تعدادی از نهادهای نامطلوب و بخشی از جزئیات مضر رو نابود کردیم. الان وقتش رسیده که میتونیم اگه شما اجازه بفرمایید، یعنی به شاه میگه حسینی ارشاد رو دوباره بازش کنید. شاه تو پاسخ براش میمیسه باید تمام این اشخاص را شهیدن تنبیه کنید، زیرا خیانت بزرگی به کشور کردن. به علاوه شما نیستید که در مورد افتتاح و یا عدم افتتاح تصمیم بگیرید، لازم است موضوع را دقیقاً پیگیری و نتیجه را بعدا گزارش دهید. پس ببینید حرف اینه، حسینی ارشاد رو اجازه دادن تأسیس شد، اجازه دادن فعالیت کرد، سالها شریعتی اونجا حرفش زد، حرفایی که میزد حرفایی بودش که به انقلاب اسلامی منتهی شد. این مؤسسه تا اونجایی تحمل شد که همه مراجع تقلید علیه شدن و به شاه و به استالاک فشار بودن و تعطیل بشه و شاه هم به این نتیجه رسید که اونجا مرکز پرورش یا درست کردن اسلام مارکسیسمی یا مارکسیسم اسلامی هستش. این هم باز یک نکته. بعدی مبارزی با بهائیت بودش برای دور کردن از سیاست. در فروردین ماه 1321 انجمن تبلیغات اسلامی توسط عطاالله شهاب‌پور حشمت الله دولت شاهی تأسیس شد که این بعدا مدیران بعدی این انجمن شدن شیخ محمود تولایی که مشهور به حلبی بود، سید رضا آل رسول، سید محمد حسین اسار، سید حسین سجادی و غلام حسین حاج محمد تقی تاجر. مطابق اساسنامه انجمن توش نوشته بودن هر نوع فعالیت سیاسی در داخل این انجمن ممنوعه. مطابق یکی از اسناد سوار که این سند مال ده دیماه 1349 توش نوشته این انجمن یک سازمان سیاسی نیست و دولت نیز آن را تایید نموده و شاهنشاه آریامه هم از تشکیل آن ابراز رضایت کرده. پس شاه از تشکیل انجمن حجتیه ابراز رضایت کرده. کاری اصلی انجمن خب مبارزه با بهائیت بودش، به همین دلیل انجمن ضد بهائیت هم بهش گفته میشد. در 27 آبان 1351 مقدم مدیر کل اداره سوم سواک طی دستور عملی به سواکا می‌نویسه درباره انجمن تبلیغات اسلامی: مسئول انجمن تبلیغات اسلامی در مرکز به منظور مبارزه علمی و منطقی با بهائیان تقاضا نموده است سواک در این زمانه مساعدت‌های لازم به عمل آورد. با اعلام خواسته مسئول انجمن مذکور خواهشمند است ضمن تماس با عوامل یاد شده در منطقه به آنها تفهیم گردد که اقدامات آنها نباید جنبه تحریک و اخلالگری داشته باشد. انجمن خیریه حجتی توسط آیت الله عربی در سال 1332 تأسیس شد. آیت الله عربی، آقای حلبی، شیخ محمد عربی در حوزه مشهد فقه و اصول فلسفه خوندن. در سال 1328 تو رادیو مشهد یه سخنرانی‌ای انجام میدادش که بعداً اونها تبدیل به کتاب شد. بعدها با فلسفه هم بد شد و علیه صوفی هم شدش. ضدیت با بهائیت و امام زمان کار اصلی اونها بود. به گفته طاهر احمدزاده
آقای حلبی گفته بود که امام زمان تنها خدمتی که امروز از ما انتظار داره مبارزه با بهائیت، جزئی از ما هیچ انتظار دیگه‌ای نداره. انجام جدیه به روش‌های گوناگون و با استفاده از ابزارهای گوناگون یک نوع اسلامی رو و تشیعی رو تبلیغ می‌کرد و مهمترین و باشکوه‌ترین مراسم سالانه‌اش هم برگزاری مراسم نیمه شعبان بود. انجام جدیه در سراسر کشور فعالانه اسلام که خودشون میشناختن رو تبلیغ می‌کرد.